از ادب و احترام دارم به شما همینان عزیز ارجمندم. گر نبودی در جان امکان گفت که توانستی گل معنا شکفت. بخشی رو باز کردیم با آقای دکتر محسن سازگارا دفعه پیش درباره اینکه چرا جمهوری اسلامی از سیاست کشتار، قتل عام و قتل نفس همواره بهره‌گیری کرده بدون اینکه کمترین گامی برداره در جهت بهبود اوضاع یا حل و فصل چالش هایی که مملکت بهش مواجهه یا به شکلی به دست آوردن دل مردم، تحبیب اونها، نزدیک شدن به اونها. این معمولا کار عقلایی است که هر حکومتی در دنیا انجام میده. بله، وقتی مردم تو خیابون هستن ممکنه حکومت ها تهدید بکنن، ولی بعد بلافاصله به تحبیب متوسل میشن. همین اتفاقی در لبنان افتاد، اتفاقی در عراق افتاد، اتفاقی در بولیوی افتاد، به ویژه در شیلی افتاد و در بسیاری از کشورهای دنیا. وقتی حکومت با وضعیت حادی در جامعه روبرو میشه یا مردم رو در مقابل خودش میبینه، برای سعی میکنن که دل مردم رو به دست بیارن، با مردم همدردی نشون بدن. در ایران بلافاصله کارد سلاخی رو بیرون میکشن، مردم رو تهدید میکنن یا به جان مردم میفتن. آقای سازگارا فرمودن این متأسفانه سنتی بوده از گذشته، سنت به کارگیری رعب و وحشت، رعب افکنی در دل مردم. خب رعب به قصد تسلیم کردن مخالفه، نه به قصد کشتنش، همیشه هم مرسوم بوده. ایجاد ترس میکنید که دشمن رو وادار به عقب نشینی بکنید، یا مخالف خودتون رو، یا منتقل خودتون رو. ولی در این مورد اصلا مصداق نداره. جمهوری اسلامی متأسف به قتل نفس میشه هر بار که مردم خاصی داره. مردم کی بودن؟ مردم فرودست جامعه، پا برهنه ها، مستضعفانی که روحانیت به نام اونها انقلاب کرد و مملکت رو تسخیر کرد. رفتار و روشی که حکومت داشته در تمام این سالها رفتار یک مالک بر مملکت بوده، نه رفتار یک دولت مرد یا دولت مدار یا کسانی که آمدن مملکت رو مدیریت بکنن. مستأجرن، صاحبان قدرت مستأجر در هر مملکتی، ولی اینها رفتاری دارن که در واقع گویای این واقعیتی که مدعی مملکتن، یعنی مدعی مالکیت بر این سرزمینند و همین مشکل ایجاد کرد. یعنی هر وقت که مردم اعتراضی داشتن، خاصی داشتن، جمهوری اسلامی با سیاست مشت آهنی به سراغ اونها رفته و این بار که دست به کشتار وسیع و تکان دهنده ای زد. دست فکر رو مغول ها بار گذشته به اشاره کردیم. خب واقعیت اینه که همونطور که آقای سازگار هم گفتن به درستی، که خود چنگیز یکی از چهره های خوناشام در تاریخ به حساب میاد، ولی واقعیت اینه که وقتی مغول ها موفق شدن و توانستن بسیاری از ممالک رو به چنگ بیارن و یک امپراتوری وسیع رو در جهان ایجاد بکنن، سیاست مسالمت رو پیش گرفت. نگاه کنید به تورکینا خاتون، عروس مغول، ببینید چه کرد با زیر دستان خودش و چه سیاست در قبال ایران و ایرانی ها داشت. یا جوجی پسر چنگیز، یا بقیه فرزندان چنگیز، هر کدام سیاست هایی که در مورد کشور ملت های مغلوب اعمال کردن، امروز به نظر من قابل ستایش، اصلا فوق العاده است کارا کرد. یا نوادگان چنگیز بعد ها در ایران و در کل منطقه، یا به اصطلاح یا کسانی که توانستن علاوه بر ایران بر کشورهای دیگه هم سیطره پیدا بکنن و بعد سعی کردن که فرهنگ و زبان فارسی رو در تمام در سراسر منطقه گسترش بدن. همه ما به اونها وامدار بدهکاریم. اجازه که این گفتگو با آقای دکتر سازگارا رو ادامه بدیم همینانم و ببینیم که نتایج چنین سیاستی، یعنی سیاست ایجاد بغض در مردم، دل شکستن اونها، و این که ببینیم چه نتایجی میتونه برای حکومت داشته باشه تو این روز روزگار. چون امروز همه جا صحبت از این که جمهوری اسلامی مرتکب جنایت علیه بشریت شده، و واقعا هم با سازگار هاست. این کارهایی که
حکومت‌های از این دست انجام دادن در طول تاریخ به قصد مرعوب کردن و کشتار دشمنان، حسب دشمنان خودشون بوده. آخه مردم یکبار میگن که چنین سیاستی را اعمال نمی‌کنن. اون سیاست‌هایی بوده که در دوران جنگ اعمال می‌شده و جمهوری اسلامی هم همین سیاست رو در مقابل مردم خودش. آقای سازگار، درود بر شما. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای میبودی و خدمت همه بینندگان عزیز. خب آقای سازگار، فکر می‌کنم این گفتگو رو پی بگیریم، ببینیم که نتایج آثارش چه خواهد بود. این خیلی مهمه. بله. شما دیگه بله. هیچ گزینه‌ای ندارید برای حل مشکلات مردم و اثبات میکنه که در این زمینه بیچاره و ناتوان هستید. خب این پیامدهایی داره. بفرمایید. کاملا. ببینید، من فقط یک نکته رو در توضیحات بسیار مهم شما عرض کنم، از منظر درون دینی بگم. به درستی شما گفتید، حاکمین ایران خودشون رو وکیل مردم و کارگزار مردم نمیبینن. اصلا اسم حکومت ولایت فقیهه، یعنی یک فقیهی ولی مردمه، یعنی یک فقیهی مثل پدر مردم، مثل مالک مردم خودش رو میبینه. قدرت خودش رو هم از مردم میگه نگرفتم، میگه من از خدا گرفتم، از پیغمبر و امام ائمه و امام زمان گرفتم، جانشین اونام. آقا مهدی حائری، فرزند آشق عبدالکریم حائری، یک کتابی داره، کتاب مهمی است به نظر من از این است. بحث درون دینیه، بحث فقهی کرده ایشون. حرفش این است که حکومت از جنس وکالت نه ولایت، یعنی حاکم وکیل مردمه. در انگلیسی به موکل، کسی که یک وکیلی رو میگیره، میگن کلاینت، میگن کارفرما. در واقع یعنی کارفرما مردمند، حاکمین وکیلشونن. وکیل رو هم شما هر وقت بخواید میتونید عزلش کنید، کنارش بگذارید. آقای حائری در این نوشته خودش همین نتایج رو میگیره و در واقع با این روش سعی میکنه دموکراسی مدرن رو به نوعی پیوند بزنه با باورهای فقهی و دینی که هست. بحث خوبی از منظر درون دینی میکنه، وگرنه از منظر برون دینی اساساً احتیاجی نداریم ما برای بنای یک حکومت متوسل به فقه و دین و عرشبت مفاهیم دینی بشیم. حکومت به قول معتزله در تاریخ اسلام از امور عقلیه، عرفیه به اصطلاح، احتیاجی نداره از دل دین درش بیاریم. و امروز بشر بعد از 300-400 سال آزمون و خطا راه های بسیار خوبی رو پیدا کرده که اسم شده دموکراسی های مدرن، شده دموکراسی که مردم در اون صاحب خانه، صاحب حق و مالک اصلی هستند. حاکمینی رو انتخاب میکنند، در طول زمامداری انتقاد میکنند با ابزارهای مختلف و هر وقت هم نخوان عزلشون میکنند. این سومی بسیار مهمه. ولی خب حکومت ولایت فقیه حکومتی است که ولی به قول خودشون امر مسلمین جهان، حالا وسط شهر تهران هم آقای خامنه‌ای رو مردم قبول ندارن، ادعای ولی امری دنیا رو میکنه ایشون. خودش رو ولی مردم میدونه، قابل عزل نیست، قابل انتقاد نیست و اگر هم کسی مخالفت کنه سرب داغ در حلقش میکنن و او رو به حبس و زنجیر و حتی اعدام و کشتن تهدید میکنه. ببینید، این تئوری این حکومت 40 سال اجرا شده و فاجعه به بار آورده، فاجعه ای که میبینیم شاهدشیم. حاصلش شده کشوری با 82 میلیون جمعیت پر از نابسامانی در سیاست، سیاست خارجی، سیاست داخلی، در اقتصاد پر از فساد، از زیر عبای خود ولی فقیه تا سطوح مختلف حاکمینی فاسد، دزد و مردمی گرفتار، گرسنه، بیکار. در حوزه فرهنگ یک فرهنگ باسمه‌ای قشری پر از خرافات
لغلغه زبان حکومت و روشنفکران و متفکرین جامعه یا در قل و زنجیر یا تبعید به خارج یا ساکت و دلازرده و زیر فشار دائما. در بعد اجتماعی کشور با مشکلات بزرگی مواجهه، مثل اعتیاد، مثل فحشا، مثل حاشیه نشین‌های میلیون‌ها حاشیه نشین شهرهای بزرگ و تضادهای گوناگون اجتماعی، و از هر حیث یک حکومتی که در همه ابعاد شکست خورده، حتی در بعد همون دین که مدعیش بوده بدترین رفتار رو کرده و یک نسلی پرورش پیدا کرده که بیش از هر چیزی با خود اون دین عناد و دشمنی داره و چش نداره اصلا اسم خدا و پیغمبر رو جلوش بیاری. حق هم داره این نسل جوان که اینطور آزرده باشه. بنابراین ببینید، این حکومتی که در همه ابعاد شکست خورده و حکومت توتالیتری بوده که متکی به یک ایدئولوژی سر کار اومده، ایدئولوژیش رنگ باخته، حقانیت و مشروعیت لجیتیمیسی دیگه نداره، و برای اینکه سر کار بمونه هر روز ناچار خشونتش رو افزایش بده و حلقه وفاداران به خودش رو هی تنگتر میکنه، برای اینکه ریزش از خودش داره و حالا زورم میزنه میگه نه خیر آقای خامنه‌ای، میگه رویش هم داریم، ولی خودش هم میدونه داره دروغ میگه. و این حکومت مردم رو اینطور سلاخی میکنه و قاتلین و لات و لوتهایی رو که فرهنگ این حکومته، عناصر تشکیل دهندش هستش، به جون مردم میندازه. قاتلای حرفه‌ای رو از زندان میاره بیرون و پنجه بوکس و چاقو و چماق دستشون میده جوانهای مردم رو کتک بزنن یا بکشن، و امثال این روش‌ها رو اعمال میکنه، برای اینکه فکر میکنه با ترس ایجاد کردن مردم جرأت مخالفت نمیکنه. اما ببینید، تاریخ نشون داده، اگر تاریخ کهن رو بگذاریم کنار، همین 50-60 سال گذشته رو بگیریم که دیگه موارد مختلفی هستش، وقتی که شما با ملت اینگونه رفتار کنید، حکومتی که هیچ راه حلی دیگه برای هیچ کدوم از مشکلات مردم در کیسش نداره، هیچ گزینه و راه حلی نداره، هیچ حرف نوعی نداره برای مردم، و اینطور رفتار بشه با مردم، تجربه نشون میده که بغض، ناراحتی، کینه مردم هی انباشته میشه، انباشته میشه، انباشته میشه، و هر بار که مثل موج دریا میره و برمیگرده، طوفانی تر برمیگرده، موج بلندتری برمیگرده، و خطرات زیادی سر راه مردم قرار میگیره. اجازه بدید من همینجا عرض کنم، همه ما دلمون میخواد که جمهوری اسلامی رو به زیر بکشیم، کنار بگذاریم، و بر اساس عقل متعارف بشریت یه حکومتی درست کنیم که دموکراسی باشه، حقوق بشر درش نسب العین باشه، با دنیای متمدن و مدرن آشتی کنه، مردم آزاد باشن و سکولار هم باشه، قدرت، منشأ قدرت مردم باشن. اما این دورنمایی است که هممون برش مشترکیم و اتفاقا تفاهم خوبی هم بر سرش هست، و عیسی هم به دینش، موسی به دینش، مسلمون سر جاش، بهایی سر جاش، هر کی آزادانه بتونه دین و مذهبش رو، باورش رو یا بی باوریش رو برای خودش کار بکنه، گفتگو کنن و یک فضای مناسب باشه. اما در راه رسیدن به، وقتی با حکومتی مواجهیم که این گونه تخم کینه میکاره، پدر کشتی و تخم کین کاشتی، پدر کشته را کی بود آشتی، و اینطور خشونت و چنگ و دندون به مردم نشون میده، خطراتی که سر راه این مسیر قرار میگیره، اولش این است که مردم هم ممکنه دست به خشونت ورزی متقابل بزنن و صبرشون لبریز بشه، دست به اسلحه ببرن، دست به خشونت نسبت به عمال حکومت بزنن، و میدونید این باعث میشه که دوباره به اصطلاح همدیگر رو تشدید میکنه و حجم خشونت بالاتر میره و میره کشور به سمت دعواها و جنگهای داخلی.
اشکال دوم این است که در این مسیر ممکن است که ما ملت کثیر القوم، کثیر الباور، کثیر المله، کثیر الفرهنگ هستیم. افتخارمون هم هست که در اون فلات ایران قرنها گروه های مختلف قومی، گروه های مختلف باور، فرهنگ ها کنار همدیگه زندگی کردیم. خطر دیگه این است که حکومت این بغض مردم رو بندازه گردن همدیگه و اونها به جون همدیگه بیفتن، اقوام ایرانی رو تحریک کنه که با هم دعوا کنه. یادمون نرفته همین دو سه ماه پیش در استادیوم تبریز یه گروه اندکی رو حکومت خودش چشمش رو بست، اجازه داد که بیان شعارهایی رو بدن که تقدیر از کشور بیگانه ای مثل ترکیه باشه و تهدید کشور به تجزیه باشه و چنگ و دندون نشون بدن به اقوام دیگر ایرانی از فارس و کرد و بلوچ و عرب و غیره. ببینید این قبیل اعمال خطر دیگری است که سر راه کشور قرار میگیره. وقتی که مردم فضای گفتگوی دموکراتیک، فضای تحمل و مدارا و حل کردن مشکلات با عقل رو زائل میکنه حکومت، اون وقت بیمنطقی ها ممکنه در همه ابعاد بروز کنه. خطر دیگری که سر راه این هست، سر راه ما الان قرار داره، بحث این است که حکومت برای اینکه موجه کنه کار خودش رو دائما فرافکنی میکنه، دائما میگه یک خارجی هایی هستن که اینها میان داخل ایران توطئه میکنن، مردم رو میکشن. خب حرف مسخره است. یعنی یک دونه ندا آقا سلطان رو در جنبش سبز تک تیراندازشون کشت، بعدن تا فیلم سینمایی ساختن به مردم بقبولونن که از MI6 انگلیس اومده یکی کشته و رفته. مثلا هیچ کس باور نکرد اون فیلم رو، هم بلیتاشو رایگان دادن بسیجی ها و سپاهی ها و افراد حکومت برن تو سینما ها نگاه کنن بگن فروش کرد. حالا اومدن 1500 نفر رو کشتن و اون وقت دارن این سناریوی مسخره رو تکرار میکنن یا دنبال مصاحبه های تلویزیونی هن برای اینکه به مردم بگن که آره یه عده خارجی اومدن. یکی هم نیست بگه آفه شما ها چی کاره بودیم؟ این شما که انقدر ادعای امنیت دارین چجوریه که میشه تو این مملکت در سراسر کشور خارجی ها بیان مردم بکشن برن؟ آخه چه حرف مسخره. ولی خطر این تبلیغ آقای میبودی این است که از یه جایی به بعد اون وقت ممکنه حکومت برای این که باز خودش رو حفظ کنه دست به ماجراجویی خارجی بزنه، دست به این فرافکنی رو ببره جلوتر و جنگ درست کنه برای که خودش رو حفظ کنه و زیر سایه میلیتاریزم جنگ خودش رو موجه کنه. بنابراین میخوام بگم ما این بغض فروخفته مردم کار گذار دموکراتیک رو دشوارتر میکنه. کار من و شما رو که معتقدیم ما ایرانی ها ملت متمدنی هستیم، 2500 سال تمدن داریم و میتوانیم متمدنانه با هم حرف بزنیم، تحمل کنیم آرای همدیگر رو و یک گذار مبتنی بر سیویل رزیستنس، مقاومت مدنی همگانی کشورمون رو به یک دموکراسی برسونیم. ولی وقتی که خشونت و کینه و ناراحتی انباشته بشه این کار بسیار دشوارتر میشه. به سختی شما میتونید به کسی که برادرش رو جلوی چشمش کشتن بگی که حالا میتونیم با مقاومت مدنی به پیروزی برسیم. به طور طبیعی به دنبال کینه کشی میره. بنابراین خطر خشونت ورزی مردم با حکومت به صورت متقابل، جنگ های داخلی و جنگ خارجی در این مسیر در کمین مونه. دوست سازگارم، اتفاقاتی پیش از این افتاده، الان امروز خود ما شاهدش هستیم. مثلا در لبنان ارتش رفته پشت سر مردم ایستاده، میگه اجازه نمیدم حزب الله یا گروه شیعی عمل به مردم معترض تعدی بکنه یا به اونها دست درازی بکنه. در عراق همه ما میدونیم که یه نوع سمپاتی وجود داره در ارتش نسبت به معترضان، گرچه گروه های شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی سعی میکنن که
مردم رو از میان بردارن، اونها رو بکشن، دست به قتل عام زدن، ولی ارتش با مردمه. یعنی کسی شک نمیتونه بکنه، هیچ کس نمیتونه شک. وقتی اتحاد جماهیر شوروی دچار فروپاشی شد، حتی یک نظامی ارتش 4 میلیونی اتحاد جماهیر شوروی هم نرفت از ریزش حزب کمونیست اتحاد شوروی جلوگیری بکنه. اشتازی و همه این قدرتش وقتی که به دیوار برلین دچار فروپاشی شد، حاضر نشد که معترض در برابر معترضان بایسته. ارتش هم همین کار رو نکرد. در ایران هم زمزمه های الان داره آدم میشنوه که اولا از درون خود حکومت، از قلعه حکومت، مبنی بر اینکه اون کاری که مردم کردن حقشون بوده. آقا مملکت وضعیت فلاکتباری پیدا کرده، مردم مفلسن. یک آمار یانده و درباره تعداد کسانی که در حساب های خودشون نزد بانک ها بیش از 1 میلیارد تومان دارن. 80,000 نفر آقای سازگارا تو مملکت 80 میلیونی، 80,000 نفر بیش از 1 میلیارد تومان پول سپرده نزد بانک ها دارن. خود این تکون دهنده است، نشون میده که چقدر مردم فقیر و درمانده شدن. خب این احتمال هم به هر حال هم میانان وجود داره که اتفاقات در عراق افتاده، در لبنان افتاده، در بقیه کشورها افتاده، در ایران هم بیفته. وقتی بسیار نیروهای نظامی بیشتر ارتش و نیروهایی که واقعا به اصطلاح متوجهند که در مملکت داره چی میگذره، به هر حال از خود مردم هم فرزندان این مردم هم و همه اون رنج هایی که مردم متحمل میشن، اینا متحمل میشن، احساس میکنن که چه خبر در مملکت. بفرمایید. کاملا کاملا. ببینید، به زبون مقاومت مدنی من اگر عرض کنم، 3 ستون اصلی داره مقاومت مدنی: اعتراضات عمومی، عدم همکاری های مردم و ریزش از حکومت. و این ریزش هر وقت به نیروی سرکوب و اسلحه به دست حکومت برسه، کار اون حکومت تموم میشه. این بعد سوم در ایران هم از این قاعده مستثنا نیست. ببینید، دیکتاتورها فکر میکنن اشتباه اون یکی رو تکرار نمیکنن، در حالی که واقعا آنچنان تقلید از همدیگه میکنن که انگار رو دست همدیگه کپی میکنن. همین کشتار مردم در آبان 98، اتفاقا همه دیکتاتورها یک فاز این کار رو کردن، یک کشتار کردن به هوای اینکه مردم دیگه میترسن اونا با خیال راحت سر جاشون میشینن، در حالی که چند روزی چند ماهی نمیگذره که دوباره میبینن موج بزرگتر برمیگرده. این اشتباه در مورد ماشین سرکوب همه دیکتاتورها داشتن. فکر میکنن عناصر وابسته به خودشون، به خصوص حکومت‌های ایدئولوژیک، وقتی که چسبی که اینها رو نگه داشته ایدئولوژیک، یه تئوری در واقع، و اون چسب وا میره. الان در ایران وا رفته. حکومت جمهوری اسلامی، حکومت اسلامگرایان، اونم از نوع ایدئولوژیک انقلابیش، مدت هاست که شکست خورده، وا رفته از هم دیگه. عناصر خودش به خودش بیباورن. تا هاشمی رفسنجانی که سرش رو زیر آب کردن، که دیگه جزو نفر دوم مملکت بود زمان آقای خمینی، در زمان جنبش سبز یک کسی پیغامش رو برای من آورد که هاشمی میگفت ما اشتباه کردیم، مثلا ولایت فقیه رو گذاشتیم و من دلم میخواد تا زنده هستم این اشتباه رو جبران کنم و قانون اساسی رو عوض کنم، ولایت فقیه رو بردارم. 30 ثانیه آقای سازگارا، 30 ثانیه. بنابراین ببینید، الان نه فقط بدنه ارتش، بدنه سپاه، بدنه پلیس، بدنه وزارت اطلاعات مشکل دارن با تئوری حکومت و بیباورن بهش، بلکه حتی در بین فرماندهانشون هم این هست. من بر اساس خبر عرض میکنم، نه تحلیل. کسانی رو میشناسم که در جلسات خصوصی به شدت ابراز ناراحتی و مشکل میکنم. بنابراین ادامه مقاومت مردم و به خصوص گسترده شدن و اتحاد مردم دیر یا زودی ماشین رو میشکنه. تشکر میکنم، فوق‌العاده ممنونم آقای دوش سازگارا، سپاسگزارم. رضا گران عزیز تشکر میکنم، برنامه رو به خوبی هدایت کرد.
تا گفتگوی دیگر. ممنون از شما.